سارا بخشوری کارشناس نفت و گاز از واشنگتن. ماماس خانم بخشوری، این خبر برای ایران اهمیتش چیه؟ برای ایران اهمیت زیادی میتونه داشته باشه. به هر صورت هم صرفه مالی داره، یعنی تولید گاز این میدان برای ایران سود مالی خواهد داشت، همین که کار کردن در حوزه بین‌المللی برای شرکت نفت ایران که در مقایسه با شرکت‌های نفتی ایران دیگه دنیا خیلی فعال نیستن در حوزه بین‌المللی میتونه اهمیت داشته باشه. و واقعا چقدر عملی هست این طرح الان با توجه به اینکه بی پی از آمریکا خواسته که نظر آمریکا رو خواسته بدونه؟ این میدان نفتی همونطور که همکارتون توی گزارششون گفتن سال 2005 شروع به تولید کرد. سال 2010 تولید این میدان متوقف شد به دلیل تحریم هایی که علیه ایران بود. 4 سال بعد از اون سال 2014 انگلستان به یک تفاهمی رسید که این میدان گاز رو که تولید میکنه هزینه و سودی که عاید ایران میشه رو توی یک حساب جدا نگه داره تا زمانی که تحریم ها رفع میشه. دوباره از سال 2016 سال گذشته که تحریم ها علیه ایران رفع شد، تحریم های تولید و صادرات نفت، این همکاری دوباره به شکل قبل شروع شده. شرکت بی پی به دلیل اینکه توی آمریکا سرمایه گذاری های زیادی داره باید از خزانه داری آمریکا اجازه بگیره و تونسته مجوز رو بگیره. و نکته مهمی که وجود داره اینکه چطور بی پی تونسته مقامات آمریکا رو قانع کنه. همونطور که همکارتون گفت این میدان یکی از تنها باقی مانده هایی هست که هنوز خیلی توسعه پیدا نکردن و انگلستان علاقمنده که این میدان رو توسعه بده. در زمان بیشترین تولید، پیک تولید این میدان که حدود 8.5 میلیون متر مکعب گاز در روزه، تقریبا 4% تقاضای انگلستان رو تامین میکنه و اروپا و به ویژه انگلستان در روی خیلی تقاضاشون برای گاز زیاده و سعی میکنن که از نفت خام، زغال سنگ تا جایی که میتونن کمتر مصرف کنن به دلیل آلاینده های هوایی. بنابراین این برای انگلستان بسیار مهم بوده. ضمن اینکه شرکت بی پی سال گذشته نزدیک به 32 میلیون دلار از این میدان از سهم خودش نفت برده، یعنی از 50%ی که میبره. ولی این هنوز به این معنی نیست که آمریکا اجازه داده که شرکت بی پی در پروژه های دیگه به عنوان مثال در ایران با سرمایه گذاری کنه. یعنی برای پروژه آینده دوباره باید بی پی مراجعه بکنه به آمریکا همچنان؟ بله، برای همه شرکت ها، برای هر پروژه‌ای که در ایران میخوان انجام بدن، اگر که در آمریکا سرمایه‌گذاری داشته باشن، سهام داشته باشن یا سهامدارای آمریکایی در شرکتشون داشته باشن، برای هر مورد نیاز به یک مجوز جداگانه دارن که برای سرمایه‌گذاری یا انجام کار با ایران احتیاج به یک مجوز جدا دارن. بنابراین این مجوز فقط مخصوص به اثرگیری تولید و توسعه این میدان نفتی رام هست، که البته یه دلیل توسعه نیافتگیش به دلیل اینکه میزان فشار و دمای گاز خیلی زیاد هست، نزدیک به 2 برابر میادین اطرافش، و به هر صورت کار پیچیدگی خودش رو هم داشته در کنار تحریم. متشکرم از شما سارا بخشوری، کارشناس نفت و گاز از واشنگتن.